سلام، خوش اومدید به کانال خودتون فشن فور لایف. من این چیزی داشتم راجع به زبان بدن میخوندم، میگفت راحت باشید، اینجوری هر کاری دوست داشتید با دستتون بکنید و به صورت مبالغه آمیز دارم تمارین استاد رو پیاده میکنم. آخرین ترک از آلبوم شیش ترکیه فکر کنم، آلبوم پرسپکتیو، ترک به اسم اگه گفتی اسمشو پول و قدرت منتشر شد و با هم دیگه میخوام اونو گوش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اطلاعات موزیک، بچه‌ها یه نکته مخفی توی ویدیو هست که اولین کسی که توی کامنت دقیقاً نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه و یه سری لینک هم توی دیسکریپشن هست، از جمله لینک رسمی موزیک که میتونید موزیک رو از اونجا گوش کنید که حمایت کرده باشید از آرتیست مورد نظرتون. اگر یه سری فورگنگ توی کامنت نوشید بریم واسه شنیدن موزیک و اطلاعات موزیک رو بخونیم. خواننده مهمان ناتاشا اورتنیک. خدا وکیلی ببین، من آیدی آرتیست ایرانی رو نمیتونم بخونم، آیدی اینستا ایرانیشون، آیدی آرتیست یا آرتیست روسی رو راحت میشه خون. ناتاشا، نه ناتا اورتنیک وکالش مشخصه، البته که آره تقلبم کردم اون بالا اسمش رو نمیشه، ولی خلاصه من آیدی نبیل مثلا نمیتونستم بخونم، نبیل تی ام اکس. آهنگساز آرش آزادی، میکس مستر رینگ محمد صالح نیا، ام اس ان، طراح کاور یگانه اسفندیاری که به نظرم کاورهای آلبوم یکی از یک پارچه ترین و کانسپچوال ترین و اون توی اون چشمه چیه، یه بوت ماننده. کاورها خلاصه خیلی باحال بود و کامنتاتون هم بنویسید، صادق میخونه مثل همیشه توی پست. و خبر خوب این که برای قسمت روسیه ترک مثل این که ترجمه داریم، آخ جون. فضا همینطور که از اینترو هم معلومه باید یه خورده استرس‌زا باشه، به خاطر اسمش هم مشخصه، پول و قدرت. لیوانمو به سخره گرفتی، لیوانو عوض کردم. در اتاق رئیس بود دیده بس. این اینتروی که داشت با صدای در قطع شد، بعد یه ملودی شروع شد و احتمالا بعدش موزیک شروع میشه، باید به یه جایی برسونه دیگه قطعا، چون معنی اون قضیه تیک اول رو نفهمیدم، این صدای در و اینا چی بود. یکی شبیه من فکر خوب وضع خوب، یکی شبیه تو دل سیاه بچه، یکی شبیه من زمین آروم، یکی شبیه تو بخشی از یه قانون، برای بی نیازی عشق میشه مسئله، بله بدون عشق زشت میشه منظره، ولی یه جایی بعد از من تکرار کنید، نه همراه هم، همراه هم، همه با هم، هیچ چیزش نیست ماریان توی دنیایی که عشق نیست. یه تعبیر شبیه این تعبیر سورنا بود. اینجا بحث میشه مسخره، اونجا که احتیاج عرف میشه تو همه، کلاف زندگی تو شهر من که نخ نما شد، نمونده رازی اینجا کل رازا برملا شد، تو پشت هر رسالت کلی پول بود جا به جا شد، از این جهان بی حد چند متریش مال ما شد، صبور بودم هرچند بخشش بخشی از منه، یه روزی رو به رویان باز میشه پنجره، من سختی کم ندیدم تا همینجا بسم عده مشتی، حق بده رسیدن اینجا حق هست. Money is especially wasteful, they're rude. The lies are not important, people are not important, because they have no price at all. Walking every doing good deeds, God, no matter. I love مشخصه موزیک راجع به سرمایه‌داری و پول و قدرت و میتونی باید بدن تو پول، پول تو چرت زد کرد، نون تو خون، خون تو چش، سر من شب بود سهلن، پوزش زیرش زد تو چش، رفت دودش تو میدی کجا پس. خوک تو پول غلط زد، نونو زد تو خون، بچی غلط زد خوک تو پول، به من باشه میگه خوک چرک زد کرد، نون تو خون، خون تو چش، سر من شب بود سهلن، پوزش زیرش زد تو چش، رفت دودش تو میدی کجا پس به ما تقاس تو، تو بمیری کفر کل نماز تو،
بهشت طرز داره باشه واسه تو، فعلنم بذار رو این زمین حواسه تو، حساب ما که پاکه واسه شماست. درست شنیدم، گفت بهشت طرز داره به ما تقاسه تو، تو بمیری کفر کل نماز تو، بهشت طرز داره باشه واسه تو، فعلنم بذار رو این زمین حواسه تو، حساب ما که پاکه واسه شماست که چرکیه، جنایت باست و شوخی واسه مردم جدیه، بشکنه اون دست که گیس دختری رو کند، آخ مادرها چه عشق ریختن، این یه سوز ملیه، فدای لحظه هم که شد فدای لحظه ای که کلی طعم داد به این همه بیمزگی، به این همه نفهمیدن، به داشتن این همه، من دیدم مرگ و توی ریشه و وابستگی. آقا ورس دو چرا انقدر دارک شد؟ یه بار دیگه بریم. قلب زد خوک تو پول، پول تو چرک زد، کرد نون تو خون، خون تو چش، سر من شب بود سهلن، پوزش زیرش زد تو چش رفت دودش. من این نکته رو گفتم که صادق فلو شبیه همه موزیکای قبلیشه، تو موزیک قبلی ها. اینجا میگم که این فلو جدیدی که من دارم صادق میشنوم، البته فکر کنم جدیدم نیست، ولی آره خلاصه که میگیم اونور میگیم اینورم میگیم. امیدی کجا پس به ما تقاسه تو، تو بمیری کفر کل نماز تو، بهشت طرز داره باشه واسه تو، فعلنم بذار رو این زمین حواسه تو، حساب ما که پاکه واسه شماست که چرکیه، جنایت باست و شوخی واسه مردم جدیه، بشکنه اون دست که گیس دختری رو کند، آخ مادر آچه حاجی گیس مریم دارا با میگه. یا میای با من سمت کوهای کلی وحش، یا به کت خدا میگم دارم موهای بریده تو. بابا بس کنید دیگه، من هی میخوام فاصله بگیرم از آلبوم سورانا، مخم دردی گرفت دوباره این واقعا. ببین من تا یکی دو سال نمیخوام چیزی از درخت بشنم، نه چیزی از اصله، نه مستی، نه مریم، اسم مریم، نه گیس بریده یا ابوالفضل. خدا وکیلی یادش میافتن سرم گیج میره. برید ریاکشن ویدیو رو ببینید، قیافه های ما آخر ویدیو رو ببینید، سینه خیز خودمونو کشوندیم به آخر آلبوم سورنا. فعلنم بذار رو این زمین حواسه تو، حساب ما که پاکه واسه شماست که چرکیه، جنایت باست و شوخی واسه مردم جدیه، بشکنه اون دست که گیس دختری رو کند، آخ مادرها چه عشق ریختن، این یه سوز ملیه، فدای لحظه هم که شد فدای لحظه ای که کلی طعم داد به این همه بیمزگی، به این همه نفهمیدن، به داشتن این همه، من دیدم مرگ و توی ریشه و وابستگی. زیبا تموم شد. من دیدم مرگ و توی ریشه و وابستگی. سورانا احیانا تو آلبومش نگفت من زندم، یعنی یه بار گوش کنم رفت تو مخم، اصلا تأثیر گذاشت رو من آلبوم سورانا اینقدر، نمیدونم یه چیزایی الان پیدا نکردم، رفتم گوش دادم یه بار، یه چیزایی راجع به این که من میخونم پس هنوز آزادم، من آزادم پس هنوز زندم، من زندم پس هنوز میخونم، یه همچین چیزی گفت. ولی خلاصه خیلی حول محور آزادی میچرخید خیلی آلبومش، و این ترک هم کلا یکی از مفاهیمی که بهش اشاره داشت همین بود. چند تا مفهوم اشاره داشت، یکی این که با وجود پول اگه عشق نباشه، یعنی هر چقدر پول داشته باشی، هر چقدر ثروت داشته باشی، بدون عشق معنی نداره زندگی و همه چیز زشته. یکی این که بدون آزادی مرگ تو نمیدونم ریشه داشتن و غیر آزاد بودن، آزاد بودن هر چند آزادی ها، هر چند آزادی باز مرگ چاله، آزاد بودن معنی زنده بودن، تعریف زنده بودن هم چیزی. آره دیگه همین دوتا بس، بیانز کافی گرفتم خدایی واسه بار اول دیگه، ورای انتظار واقع شدم. راجب آلبوم هم بخوام صحبت کنم کلن، به نظر شخصی من و برخلاف یحتمل نظر شخصی صادق دوستا، من چند ساعت پیش داشتم ترک های آلبوم گوش میدادم از اول. به نظرم ترک اول آلبوم واقعا قوی ترین ترک آلبوم بود. شما هم حالا چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید، یه بار دیگه برید گوش کنید اگر چند وقتی گوش ندید. من از اون موقع دیگه گوشش ندادم. و کلا آهنگسازی قضیه یعنی در کل آهنگسازی، پکیج آهنگسازی و لیریک و کلا پکیج موزیک، چیزی که می‌خواست برسونه رو به نظر من خیلی خوب رسونده بود تو اون ترک. ادامه نداره موزیک، ما همینجوری پاس کردیم صحبت می‌کنیم.
من حسی که از این صدای آخرش گرفتم، اولا که اینو بگم، من تا تش گوش دادم ببینم تکلیفم دری که اول ویدیو باز یا نه زده شد و روشن میکنه یا نه، اگه نه همجوری گیج ولمون کرد. و صدایی که آخر شنیدم شبیه صدای احساس کنم تو مثلا تو قبر کرما دارن میخورنت، من یه همچین حسی داشتم، یه سری چیز دارن میخورنت، یه سری چیز، هر چیزی میتونه باشه. امیدوارم که چیز خوبی باشه، امیدوارم که چیز بد نخورتتون دوستان عزیز. آها، در مورد آلبوم میگفتم، خیلی خدایی چیز کرده بود، آن نمیدونم اسمشو میخواید بذارید ساختار شکنی، که منظورم ساختار شکنی نیست، خیلی تست کرده بود، ساختار شکنی هست، ولی خب حالا راجعش مفصل باید صحبت کنم. خیلی تست کرده بود راه های چیزهای مختلف، و مثلا اون دو تا ترک که آهنگسازش پدرام آزاد بود کلا بیتش میگروید به راک پاپیولار شد، پاپیولر شده و راک پاپ دیگه، راک رایج. و از اون هم بیت این یکی موزیک خیلی دور از انتظار، دور از چی؟ انحراف معیار میگن، خیلی از بقیه چیزایی که شنیدیم فاصله داشت و همین جرأت خودش قابل تحسینه، اما خروجی به نظر من اینجوری کننده نبود خیلی، و نه که بد باشه اینجوری کننده نبود. و خدایی یه نکته که باید بگم، میگم مثلا بعد از آلبوم علی سورنا که میگم اونم مفهومش تقریبا آزادی و اینجور چیزا بود، اینو شاید قبل ترک سورنا، قبل آلبوم سورنا گوش میدادم نظرم یه چیز دیگه بود، ولی الان که گوش میدم واقعا لای اون همه شعرهای خفن توی آلبوم سورنا خیلی به چش نمیومد. اینا کلا اذیت کرد رپرهای دیگر سورنا با این آلبومی که داد، اسفند چون خیلی پر ترک بود، همه گذاشته بودن انگار آخر سال اسفند بدن ترکاشون و آلبومشون رو بیرون، سورنا گن زد به مارکتینگ بقیه آلبوم، اینقدر بولد شد که فکر نمی کنم خیلی به چشم بیاد ترکای دیگه. حالا خلاصه امتیاز اگه بخوام بدم 5 میدم به این ترک، و شما نظرتون رو بنویسید توی کامنت، تجربه اولین بار گوش دادنتون رو در قالب عدد هم بنویسید توی کامنت، دیگه بهش نگید نمره بول نگیرن نیترا، و یادونه فورگنگ هم که زنیمه کامنت هر کامنتی میذارید کنید، و تا ویدیوی بعدی فور نه 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 لایک و دیسلایک و اینا یادتون نره، اگه دوست داشتید ویدیو رو سابسکرایب یادتون نره، ویدیوها رو همین دیگه گفتم دیگه، فورگنگ تا ویدیوی بعدی.